رئیس جمهوری آمریکا دست بر ماشه‌ای برده که میتواند تیر خلاص را بر مغز برجام شلیک کند، بر قطعنامه‌ای که اساس برجام بر آن استوار است، قطعنامه 2231. ولی چرا این کار ساده نیست؟ حتی جان بولتون، یکی از دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی، هم به دونالد ترامپ گفته که دست نگه دارد. مگر نه این است که با اعلام مرگ برجام و لغو این قطعنامه، انبوهی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر ایران آوار می‌شود و طبعاً افرادی مثل جان بولتون چیزی غیر از این نمی‌خواهند. بسیاری میگویند ممکن است با کشیدن این ماشه جنجالی تیر خطا برود و قلب صلح و امنیت جهانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، شکاف بردارد. آیا اینطور است؟ البته کم نیستند کسانی که میگویند نگرانی ها بی مورد است و باید این ماشه را کشید. آمریکا میتواند موضع خود را بر جهان دیکته کند؟ ایران با اقتصادی رکود زده و بحرانی در چه شرایطی قرار میگیرد؟ فرهاد علوی و آرتا معینی رو در برنامه داریم. آقای علوی وکیل و آگاه به مسائل مالی و بانکی در واشنگتن هستند و همینطور آقای معینی مدیر تحقیقات مؤسسه صلح و دیپلماسی و پژوهشگر سیاست بین الملل در لس آنجلس. آقایون به برنامه خوش آمدید. سوال اول رو از آقای معینی میپرسم. اول میخواستم ببینم که نظر شما در مورد این کشیدن ماشه چیه؟ چی فکر میکنید؟ آمریکا باید چنین کاری بکنه یا نه؟ با عرض سلام خدمت شنوندگان و بینندگان شما، بله، به اعتقاد من این در واقع آمریکا نمیتواند جایگاه این رو ندارد، چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ اعتباری، که این کار رو انجام بده و پروسه ماشه رو به کار بندازه. حتی اگر که در واقع خوانش های ملا لغتی که وجود داره از سعی میکنن که بگویند که مثلا آمریکا در 2231 حضور داره، هرچند که در برجام حضور نداره و خودش رو یک participant state قلمداد بکنه و به عبارتی دولت سهیم و همراه. ولی خب این یک ریاکاری است، چون به همونطور که خود آقای بولتون که یکی از بزرگترین منفعت طلبان و دیپلمات‌های منفعت طلب آمریکا هستن اشاره کردن، نمی‌شود که شما به صورت جایی که دوست دارید رعایت بکنید، جایی که دوست ندارید رعایت نکنید. و خب اینجاست که در واقع آمریکا تبدیل به واعظ بلا منتعز شده و به قول حافظ در واقع واعظان که اینجا در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند من کار دیگر میکنن، در برجام در واقع کنار گیری میکنن، اما موقعی که به نفعشون هست از ساختارش میخوان استفاده بکنن. و من فکر میکنم که این نشدنی خواهد بود، نه اروپا باش موافقت خواهد کرد، مگر اینکه آمریکا بخواهد واقعا از مسیر رویه‌ای و پروسیجرها پیش بره و اینو در واقع فورس بکنه روی سایر، یعنی مجبور بکنه طرفهای دیگر رو. خب آقای علوی شما چی فکر میکنید؟ بله، خب ببینید، این یه چالشی ایجاد میکنه، همونطور که آقای معینی فرمودن، از یه طرف آمریکا خودش کشیده بیرون از برجام، از یه طرف دیگه هم هنوز اعتقاد داره که خب به اصطلاح شرکت کننده است در این برنامه برجام. ولی مشکل اینجا هستش که در واقع درسته که در سازمان ملل شکست بوده و آقای بولتون هم خب اهداف و دلایل خودشون داشتن که الزاماً دلسوزانه نبوده واسه موقعیت جمهوری اسلامی، منتها آمریکا هم راهکارهای دیگه هم داره که در واقع دور این مکانیزم بره و به اون هدف خودش برسه. چه راهکاری؟ ببینید، خب اولا که اگه بخوان کل به اصطلاح وسیله ماشه رو به اجرا کنن، که خب این میتونه خیلی مشکل ساز بشه و تمام اون تحریم‌هایی که در دوران برجام معلق شدن دوباره در سطح شورای امنیت به اصطلاح اجرا بشن. ولی کن حالا بر فرض مثال هم اونم اگه اتفاق نیفته، یعنی آمریکا نتونه این کار رو انجام بده، باز از طریق قوانین خودش میتونه یه نظام به اصطلاح تحریمی ایجاد کنه، مانند همون تحریمایی که روی صنعت نفت گذاشته تو این چند سال، که در واقع شرکت کشورهای ثالث رو در واقع باعث بشه که اونا کنارگیری کنن از فروش سلاح به ایران. همین که گزینای آمریکا، گرچه این شکست بزرگی بوده هفته پیش، ولی خب گزیناش تموم نشدن. بسیار خوب آقای معینی، از نظر شما آیا زمان کافی خواهد بود بر فرض اینکه آمریکا بخواد این کار رو بکنه؟ میدونیم که تد کروز سناتور
تگزاسی گفت که اگر این کار رو سریع انجام نده آمریکا ممکنه که زمان کافی نباشه. میدونیم که بالاخره مراجعه به این راهکار مکانیزم ماشه داخل برجام یه جدول زمانی داره، خارج از برجام یه جدول زمانی دیگه. بله خب ببینید، در مسائلی که وقتی سوال و مسائل در واقع رویه‌ای و قانونی میشه، زمان خب بسیار درش مهم است. یک مسئله‌ای که وجود داره این هست که اگر آمریکا در واقع دولت سهیم و همراه بود و پارتیسیپنت بود در توافقنامه همچنان در برجام و به تخته و در واقع نقض اون نکشیده بود، خب پیش بینی شده بود که در بتوانند در به قول معروف از رأی معکوس استفاده بکنند و بتونن از وتوشون به استفاده ابزاری و مثبت بکنن که بتوانند به صورت کاملا یک جانبه هر دولتی که وتو داره میتونه این کار رو بکنه، چه چین چه روسیه چه آمریکا، و احتیاج به اجماع نبود. یعنی آمریکا از لحاظ رویه‌ای میتونه این کار بکنه. کاری که انجام میشه اینه که در مورد در واقع شکایت میکنن، شکایت از طریق در واقع اعلام significant non-compliance و significant non-performance که میشه در واقع عدم رعایت و عدم انجام عمده تعهدات، و وقتی این شکایت رو به در واقع شورای امنیت منتقل میکنن، اون وقت در طرف 30 روز میتوانند که ماشه رو راه اندازی بکنن و بعد با اگر هم کشورهای دیگه مخالفت بکنن یک وتو. و بعد سوال جوری طرح شده که سوالشون این بود که آیا این تحریم‌ها که برداشته میشه، و تحریم‌ها اینجا تحریم‌ها در واقع راهکاری است برای آمریکا که تحریم تسلیحاتی رو ادامه بده، یعنی تحریم‌های ثانویه که هستش و در واقع کمرشکن بوده تا حد زیادی برای ایران، و تحریم اضافه بر اون واقعا زیاد تأثیر آنچنانی نداره. هدف این قضیه این هستش که تحریم‌های تسلیحاتی و موشکی برای ایران سانسه کلازش و اون انقضاش انجام نشه و ادامه پیدا کنه. به خاطر همین هستش که میتونن از یک وتوی ثانویه استفاده بکنن و با این مکانیزم دبل وتو مثلا این قضیه رو پیش ببرن. آقای موینی، حرف من، سوال من مشخص این بود که اگر آمریکا بخواد مراجعه بکنه به حالا کمیسیون برجام، که بعید به نظر میاد این کار رو بکنه، دست کم 70 تا 75 روز لازم داره. الان تا انتخابات یه ماه و نیم، دو ماه و نیم بیشتر باقی نمونده. اگر غیر از اون خودش رأساً وارد بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه بکنه، همونطور که شما گفتید با یه قطعنامه یا با یه شکایت نامه، چین و روسیه که مخالف هستند و حالا اروپایی هم که خیلی متمایل نیستند، میتونن وقت کشی کنن، میتونند در حقیقت زمان رو بخرند؟ ببینید، چون مسئله رویه یه سعی خواهند که این کار رو بکنن قطعا، و اصلا سعی کشورهای اروپایی و چین و روسیه این خواهد بود که اون شکایت نامه که 30 روز فرصت داره آمریکا که در واقع اعلام تخطی بکنه از جانب ایران و شکایت بکنه، اون در اون 30 روز رو اینا اصلا میخواهند که اون رو دستور جلسه نکنن و اصلا وارد نکنن. و گمانهای قانونی که وجود داره این هستش که اصلا آمریکا خب حرفش این است که ما میتوانیم این رو وتو بکنیم، ولی خب حرفی که گمانهای قانونی این هستش که در مسائل رویه‌ای و پروسیجرال اصلا وتو معنا نداره و آمریکا نمیتونه از وتوش استفاده بکنه که بتواند این شکایت رو اصلا بالا بیاره و به اون حد و بحث برسونه. این بازی در واقع خیلی قانونی و سیاسی در سازمان ملل و شورای امنیت میشه. به نظر من آمریکا همه تلاش رو خواهد کرد. آمریکا که میگیم در واقع این تحت رهبری آقای پومپئو هستش و ایشون تلاش رو خواهد کرد که زمانی که در کرسی قدرت هست این قضیه رو پیش ببره. من بعید میدونم که موفقیت آمیز باشه این کار آقای پومپئو. ولی آقای علوی، شما معتقدید که آمریکا در این جایگاه هست که تحریم ها رو برگردونه، در حقیقت نظر خودش رو دیکته بکنه بر سایر بازیگران، درسته؟ ببینید، اون مکانیزم سازمان ملل که همونطور که آقای معینی فرمودن، خب موجود هستش و خب واسه آمریکا و این در واقع واسه هم دولت آقای ترامپ خیلی چالش ایجاد میکنه، این که شکی به اون نیست. منتها نکته اینجاست که در واقع خب خود اروپا هم که اعلام کردن که تا 2023 هم که میخوان خودشون تحریم‌های تحصیلاتشون رو اجرا بذارن و خب آمریکا هم که قطعا به ایران سلاح نخواهد فروخت، ولی نگرانی خب کشورهای سایر کشورهاست، یک. برای دو، برگردیم به سوال شما، آیا آمریکا گزینه‌های دیگه داره؟ که من فکر کنم داره. حالا ممکنه به اون مکانیزم در واقع اون افکت، اون
اتفاقی که آمریکا با ماشه میخواد ایجاد کنه به اون چیز نرسه، برای که در واقع اون وتوی که آمریکا دنبالش هست و اون سنپ بک این است که کل تحریمایی که معلق شدن در روز اجرای برجام روز 16 ژانویه 2016 دوباره برگردن، که همچین چیزی خب خیلی سخته، چون بالاخره یه چیز قدنامه شورای امنیت میخواد. آمریکا به طور یک جانبه نمیتونه این کار رو بکنه، یعنی بیرون از سازمان ملل. منتها آمریکا خب همونطور که دیدیم در رویه این 15-20 سال تحریمایی اعمال کرده که در واقع به اصطلاح روی کشورهای ثالث تعلق میگیرن. همین کار رو با صنعت نفت ایران کرده، همین کار رو با بانک مرکزی کرده، با نهادهای مانند سپاه پاسداران، یعنی در واقع خارج از اون تحریم‌های شورای امنیت که لازم الاجرا هستن بر اساس بر روی تمام اعضای سازمان ملل، آمریکا خودش تحریم‌های یک جانبه گذاشتن که در واقع یه جوری موازی هن با اینا، و این میتونه در واقع تا یه حدی حداقل اون افکت تحریم سلاح رو لااقل داشته باشه روی ایران. خب خیلی از کشورها اگر کار به یک رویارویی در شورای امنیت برسه، آقای علوی ممکنه که همراهی نکنن. اگر این کشورها خودشون همراهی نکنن، قلباً راضی نباشن، دوست نداشته باشن که با آمریکا همکاری بکنند، آمریکا به هدف خودش میرسه؟ چون شما مسائل بانکی و مالی رو خیلی دقیق بررسی میکنید، اینو ازتون میپرسم. بله ببینید، این کار موضوع اینجاست که اون به اصطلاح چالشی که آمریکا عنوان میکنه واسه این ممالک اینه که یا با ما میتونیم معامله کنیم یا در واقع با ایران، ولی در عمل چیزی که من بارها تکرار کردم همینجا اینه که در واقع این سوال برمیگرده و در اصل این است که یا با ایران یا با بقیه دنیا، و در واقع اون به اصطلاح سیستم اون روال تحریم‌ها در طی این 15-20 سال یه جوری شده که در واقع کشورایی هم که به اصطلاح لازم نیستن این قوانین رو اجرا کنن یا قانون آمریکا روشون تعلق نمیگیره، باز اون رویه آمریکا رو طی میکنن. و چی میشه در واقع با اینکه اون قانون آمریکاست، مثلا میگن که خب ما نمیخوایم روابط خودمون رو با آمریکا به هم بزنیم، رابطه تجاریمون رو، در نتیجه اون به اصطلاح خواستار آمریکا رو پیاده میکنه. آقای معینی، مقاله‌ای که آقای بولتون نوشتن در این زمینه تاکیدشون اینه که نباید همینطور بی خود و بی جهت از حق وتو استفاده کرد. حرفشون این بوده که آمریکا بسیار با اکراه از این حق استفاده کرده، تا دهه 70 میلادی برای سالها از این حق استفاده نکرده. به نظر میاد که خود شورای امنیت سازمان ملل متحد در شرایط دشواری قرار میگیره. چرا؟ ببینید کلن از ابتدا مقاومت وجود داشت نسبت به حق وتو. خب حق وتو یک حق قرار هست یک حق منفی باشه، یعنی شما بتوانید از کاری رو که نمیخواهید جلوگیری بکنید، نه اینکه کاری رو که میخواهید پیش ببرید. و در این حال هم خب ساختار وتو ساختار ضد دموکراتیک و آنتی دموکراتیک هستش دیگه، و خب کشورها سعی کردن اون رو به عنوان ابزار آخر استفاده بکنن و آمریکا در رأس اونها. که آقای بولتون به عنوان یک منفعت طلب و نشنال اینترست در واقع دیپلمات که دنبال این فقط نگاه بسیار یک جانبه حتی به روابط بین الملل داره، باورش به نظر من به اعتقاد من به درستی حتی در این زمینه این هستش که وتو یک ابزار بسیار مهمه برای ساختار آمریکا و برای اینکه آمریکا تمام از منافع دفاع بکنه، و نباید به هر راحتی برای یک موضوع خاص کوچکی، حتی ایران که ایشون دیگه از بزرگترین در واقع ایران ستیزان بود دیگه، ولی حتی در زمینه یه مسئله مثل مسئله ایران نباید از حق وتو به این راحتی استفاده کرد و نباید ساختارهایی همچون ساختار ماشه رو در واقع اسنپ بک رو اصلا در انجام داد و در قوانین و قراردادها و تعهدات قرار داد، برای اینکه ایشون کلا با همچین ساختارهایی که از وتو در واقع نقش عملیاتی و نقش مثبت استفاده میکنن برای پیش بردن اهداف مخالفت دارن. جدا از اون که خب حتی ایشون هم اذعان دارن که خب اگر که ما برجام رو کامل رد کردیم نمیتوانیم امروز در واقع ریاست اگر که بیایم و بگیم که ما روی این قسمت خاصش و از این مکانیزم ساختار خاص میخواییم استفاده بکنیم. این درست آقای معینی، ولی این مخالفت آقای بولتون بیشتر به خاطر مسائل شخصی است، به خاطر رابطه دشواریه که با شخص آقای ترامپ پیدا کرد، یا اینکه واقعا نگرانی دیگه ای داره؟ ما میدونیم البته خب بارها آمریکا در زمینه اسرائیل از حق وتو استفاده کرده.
بله در زمینه اسرائیل استفاده کرده، ولی در زمینه، دوباره میگم، در زمینه منفی استفاده کرده. یعنی یک قطعنامه خواسته انجام بشه که یک چیزی رو اضافه بکنه و یک قانونی رو، تعهدی، یک چیزی، و آمریکا باش مخالفت کرده. این وتو در حد منفی است که با این مشکلی وجود نداره، و اتفاقا آقای پومپو، آقای بولتون دوست داره که همچین چیزی رو به صورت در برای آینده در واقع حفظ بکنه. سوالی که مشکلی که با زمینه با ساختار ماشه و کلا مکانیزم‌های اسنپ بک وجود داره این هستش که از وتو به صورت معکوس استفاده می‌کنه. یعنی وتو رو استفاده می‌کنه که امروز آمریکا می‌خواهد که برخلاف نظر همه یک قطعنامه‌ای رو بیاورد و این قطعنامه رو باز هم برخلاف نظر همه پیش ببرد و برعکس نظر تحریم‌ها رو برگرداند. این یک عمل مثبت هست از لحاظ قانونی، درسته؟ یک کاری رو بخواد انجام بده، و این انجام دادن این کار از طریق روش وتو در واقع چیزی است که ایشون باش مخالفت داره. به نظر من آقای بولتون اتفاقا بسیار آدم، همیشه چه در زمان دوره بوش، آقای ترامپ، همیشه آدم خیلی کانسیستنتی بوده اتفاقا، و خیلی همواره یک حرف رو زده. حرفش کلا این هستش که آمریکا یک جانبه به عنوان قدرت برتر دنیا میتواند چیزی رو که میخواد انجام بده و دیکته بکنه، و بعد از حقوق خودش به این سمت و سو دفاع بکنه. و به خاطر همین اصلا ایشون یکی از در واقع منتقدین سازمان ملل، منتقدین سازمان های بین المللی و اینترنشنال اورگانایزیشن ها هستند، و این اصلا ربطی به در واقع دعوا و کشمکش شخصی ایشون با آقای ترامپ نداره. همینطوری که سیاست خارجی آقای ترامپ در قبال ایران رو، اینو در واقع من روی این یه پافشاری بکنم، سیاست خارجی ایشون دلیگیت شده به آقای پامپئو. یعنی آقای پامپئو و آقای بولتون کلا خیلی خیلی با هم همگن و هم نظرن در بسیاری از موارد. و باز هم یه سوال از شما میپرسم آقای معینی. خب میدونیم که سازمان ملل متحد، در سازمان ملل متحد شورای امنیت نقشی محوری داره. بسیاری میگن که این سازمان هست و این شورا هست که متضمن صلح جهانیه. اگر کار به این شکلی که الان داریم میبینیم پیش بره، یعنی چین و روسیه مخالفند، اروپایی ها هم چندان موافقتی با این موضوع ندارن، این طرف آمریکا هم بخواد اصرار بکنه، چه پیامدی برای شورای امنیت در به صورت ویژه و برای سازمان ملل متحد به صورت کلی داره؟ ببینید، خب این مسئله ای که دو تا در واقع امکان اینجا وجود داره. یکی آمریکا موفق میشه و در موفقیت شورای امنیت رو، اعتبار شورای امنیت رو پایین میاره و اعضای شورای امنیت رو و سازمان ملل رو، و به خصوص خب همونطور که شما اشاره کردید شورای امنیت رو یه جوری در واقع که یک، خب هدف شورای امنیت یک نگاه چند جانبه داشتن به مسائل بوده، و اینکه یک دولتی بیاد و یک جانبه یک کاری رو انجام بده مایه در واقع اونجا رو به سخره گرفته. این در صورت موفقیتش، در صورتی که موفق نشن، این آمریکا و که اعتبار آمریکا رو میانه هم در جهان و میان متحدش و در هم در پیگیری منفعت شخصی خود آمریکا در واقع زیر سوال برده، و در هر دو صورت از دید یک در واقع آدم نیوترالی که بیرون نشسته و بیرون گود نشسته، چه اینجا آمریکا اعتبار جهانیش رو از دست بده و چه شورای امنیت اون تاثیرگذاریش رو از دست بده، هیچ کسی در واقع برد نخواهد کرد. متاسفانه ارتباط ما با آقای علوی مدتی است که قطع شده، لحظاتی است که قطع شده، به همین دلیل من سالها رو پشت سر هم از شما میپرسم. به محض اینکه آقای علوی هم وصل بشن وارد بحث خواهند شد. ولی الان وقتی نگاه میکنیم به مجموع حالا قضایا آمریکا، فرض میکنیم که حرف خودش رو به کرسی میشونه، تحریم ها رو تا جایی که میتونه گسترده تر میکنه، همین الان هم میدونیم که ایران دچار مشکلات اساسیه، ایران در چه موقعیتی قرار میگیره؟ اصلا گزینه‌ای داره، امکانی داره، اهرمی داره که به اون متوسل بشه، بلکه بتونه جلو این کار رو بگیره، یا اگر این کار صورت گرفت مثلا شکایتی طرح بکنه؟ ببینید، سوال خوب و پیچیده است. ایران 100% سعی خواهد کرد که در منطقه در واقع بهای این کار رو در شرایط معمول بالا ببره، اما در واقع فاصله دو ماه 10 هفته مونده به انتخابات آمریکا، ایران سعی کرده حتی در مسئله تانکرهایی که نفت ایران رو داشتن به ونزوئلا می‌بردن، ما اینو شاهد بودیم هفته گذشته، که سعی کرده که خیشتنداری بکنه و کار رو بالا نکشه و سعی بکنه ببینه چه میشه.
از طرف دیگه من اعتقادم این است که تحریم‌های ثانویه‌ای که آقای علوی هم اشاره کردن، تحریم‌های نظام بانکی است که تحریم‌های دلار رو آمریکا تحریم می‌کنه و این مایه این شده که ایران از تمامی در واقع قریب به اتفاق منافعی که قرار بود از روی برجام بگیره دستش از اونها کوتاه بشه و مشکلاتی هم که اقتصاد ایران هست بر کسی پوشیده نیست. پس سوال امروز این هست که آیا حتی اگه در صورت توافق و موفقیت آمریکا با این قضیه، فشار از لحاظ نسبی بر ایران چقدر افزایش پیدا خواهد کرد؟ اینقدر خواهد بود که خیلی تاثیرگذارتر باشه و به اعتقاد کسانی که حامی سیاست فشار حداکثری هستن ایران رو پای میز مذاکره بیاره یا خیر، که به اعتقاد من از لحاظ نسبی اصلا نمیتواند اونقدر بالاتر باشه. یک بور اگر هم باشه آمریکا و آقای پومپئو سعی خواهند کرد اینو به عنوان یک برد سیاسی جلوه بدهند. من فکر نمیکنم که از لحاظ یعنی شرایط امروز، شرایط کنونی، شرایطی باشه که تغییر بکنه حتی با برد در واقع. این منظورتون اینه که بالاتر از سیاهی فعلا در زمینه اقتصاد برای ایران رنگی نیست. آقای علوی، خوشبختانه ارتباط ما با شما متصل شد. شما در این باره چی فکر میکنید؟ آقای معینی میگن که اگر این تحریم‌های ثانویه و بین المللی هم برگرده شاید در موقعیت فعلی ایران چندان فرقی نکنه. شما چی فکر میکنید؟ ببینید از یه طرف این حرف درسته، چون از روز اول هم چون آمریکا ایران نمیتونست با دلار به اون صورت معامله کنه، خب خیلی از به سر اهداف تعلیق اون تحریما کم رنگ شد در واقع خیلی از اون اثرش که بعد میداشت. منتها از اون طرف هم ما میبینیم که خب خود جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه که این توافق رو، این برجام رو نجات بده. بالاخره یه منافعی به حکومت میرسونه، به دولت میرسونه. به این ترتیب درسته که از یه طرف ممکنه اون اثرش اونجوری که شاید دولت آقای ترامپ اعلام میکنن نباشه، ولی بالاخره یه اثر خاصی خواهد داشت. و اینا کلا اینطور به اصطلاح مسائل ماشه و غیره و اعمال تحریم کلا یه اثر روانی هم روی سیستمای بیزنسی و بانکی هم دارن، که در واقع من به طور مکرر تقریبا 10 سال دارم اینو میگم اینجا، که اون چیزی که در واقع اجرا میشه، اون چیزی که بخش خصوصی خودش اعمال میکنه خیلی محکمتر و قویتر و به اصطلاح سفت و سختره تا اون چیزی که تو قانون هست. در نتیجه چی میشه؟ اگر این اتفاق بیفته باز اون بخش کوچکی که هنوز سایر کشورها دنیا دارن با ایران معامله میکنن باز ممکنه اون ویندو به قول معروف محدودتر بشه. خب این محدودیت آقای علوی به اندازه خواهد بود که اهداف آمریکا رو برآورده بکنه؟ حالا آمریکا میگه که میخوایم ایران رفتارش رو عوض کنه، تغییر رفتار. بعضیا میگن نه، هدف کسانی در آمریکا این هست که رژیم کلا تغییر بکنه در ایران. فکر میکنید که این اگر به همین شکل پیش بره بخشی از این اهداف برآورده بشه؟ ببینید این آمریکا کلا در دوران آقای اوباما قبل از برجام و الان دنبال این هستن که خب هدفشون منابع درآمد ایران هستش در حال حاضر، و خب بخشای بزرگ اقتصاد ایران هم خب قطعا دیگه تحریم شد. بالاخره چون بخشای بزرگ در حال حاضر تحریم هستن، خب بله کلا تحریم‌های جدید یک کمی اثراشون کم رنگ‌تر میشه. منتها اگه فرض بگیریم که هدف تغییر رفتار هستش، خب قطعا هر چی به اصطلاح درآمد حکومت کمتر باشه، خب از طرف از دید آمریکا، از دید این دولت، خب اون امکانات برای فعالیت در کشورهای منطقه مانند عراق و سوریه و لبنان خب قطعا کمتر میشه. فکر کنم به نظر میاد که در واقع شما اگه رفتار این ادمنستریشن رو نگاه کنین بیشتر هدف اینه تا اینکه بخوان حکومت رو به اصطلاح سرنگون کنن. آقای معینی شما چی فکر میکنید؟ این ادامه فشارها ممکنه که به توی این مدت زمانی که باقی مونده به جایی برسه که اهداف آمریکا برآورده بشه؟ این سوالی که وجود میاد این هست در واقع اهداف آمریکا در این مقطع چی هست؟ من فکر میکنم که
حرفی که آقای در واقع مسئولیتی که آقای ترامپ از ابتدا به آقای پومپئو محول کرده بود این بود که شرایطی رو به وجود بیارن که ایران پای میز مذاکره بیاد، برجام رو ایشون مخالفت داره باهاش به دلیل اینکه دنبال یک توافق جامع با ایران بوده که برای به اسم خودش هم تمام بشه. پس برای این کار در واقع چک سفید به آقای پومپئو داده که هر کاری که میخواهد از در سازمان ملل و در جاهای دیگر انجام بدهد که فشار رو تا جایی که ممکن روی ایران برای آوردن به میز مذاکره بالا ببره. این نظر شخص آقای ترامپ هست، ولی اکثر اطرافیان ایشون و تیم ایشون، تیم سیاست خارجیشون در دوره اول ایشون در واقع هدفشون با این هدف جدا بوده و آقای پومپئو شخصا دو وسواس فکری داره، یکیش چین هست و یکی ایران، و حتی در این ماه گذشته در مرکز آقای نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا صحبت کرد از تغییر رژیم در و تغییر حکومتی در چین. یعنی ایشون یک باورهایی داره و دنبال فروپاشی یک سری سیستم‌های ایدئولوژیک هست که اصلا با واقعیت روابط خارجی، روابط بین‌الملل دنیا و حتی توانایی‌های آمریکا سنخیتی نداره. و خب این به اعتقاد من این هست که اول باید ببینیم که میگم اهدافی که یک دولت دنبالش هست تا چقدر همگن و هست، چقدر سنخیت داره با خودش و چقدر مطابقت داره با توانایی‌هایی که اون کشور داره برای در واقع پیاده سازی. آقای علوی، اگر آمریکا مثلا شکست بخوره، نتونه مکانیزم معاشر رو فعال کنه، این احتمال هست که اصلا خود این سازمان تحریم‌ها به هم بریزه؟ بعید میدونم، برای اینکه ببینید آمریکا در حال حاضر خب توانایی خیلی زیادی داره به علت کاربرد دلار در اقتصاد جهانی و این ابزار رو خیلی استفاده کرده و رئیس جمهور آمریکا به ترتیب تو این 20 سال 25 سال از این ابزار استفاده کرده تا اینکه نظام اقتصادی دنیا کلا عوض بشه به طور خیلی بزرگ و خیلی شدیدی. این ابزار همیشه دست آمریکا خواهد بود. بالاخره اگه اولین بزرگترین اقتصاد دنیا نباشه، دومین که هست برای چین. در نتیجه تا زمانی که دلار رایج باشه استفادهش و آمریکا این توانایی اقتصادی داشته باشه، آمریکا تا یه حدی میتونه این کار بکنه. ولی اگر از این ابزار زیادی استفاده بکنه و بدروی بکنه ممکنه یه کمی خطر باشه واسه همین به سر قدرت این ابزار و نفوذ آمریکا در طول مدت. ممنونم از فرهاد علوی و آرتا معینی، هر دوی آقایون، و ممنونم از شما که بیننده برنامه صفحه 2 بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.